و وقتتان بخیر. به مهمترین های این ساعت خبر از یک با من همایرا یوسفی خوش آمدید. بر اساس گزارش رسانه ها، روزماری دکال و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته گفته است که در نشست سوم دوحه بحث درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی نخواهد بود. او در پاسخ به انتقادها از دعوت نشدن زنان و جامعه مدنی افغانستان گفته که این نشست بین افغان ها نیست. معاون دبیرکل در روز دوم نشست دوحه در 11 سرطان با نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغان دیدار خواهد کرد. در این نشست از نمایندگان 25 کشور دعوت شده و امارت اسلامی دعوت نشدن از نمایندگان جامعه مدنی و زنان را یکی از شرایط حضور خود در نشست دوحه عنوان کرده بودند که از سوی سازمان ملل پذیرفته شد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه منع دسترسی امارت اسلامی را به کمک‌های بشری آن کشور را تصویب کرده است. تیموتی بروچت که رای دهنده این لایحه به کنگرس بود، گفته است که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نمی‌رسد و این لایحه جریان کمک‌های خارجی را به افغانستان متوقف می‌کند. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته است که در ارائه کمک‌های بشری دخالت ندارد و صرف از بحر شفافیت کمک‌ها را نظارت می‌کند. تصویب لایحه منع دسترسی امارت اسلامی به کمک های بشری امریکا. تیموتی بروجیت که اراده هنده این لایحه به کانگریس بود، گفته است که کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان نمی رسد و این لایحه جریان کمک های خارجی را به حکومت سرپرستی افغانستان متوقف می کند. بر بنیاد گفته های این سناتور امریکا، در لایحه تصویب شده از وزارت خارجه امریکا خواسته شده است که کشورهای دیگر را نیز ترغیب کند تا کمک هایشان را در اختیار امارت اسلامی قرار ندهند. در همین حال حکومت امریکا گفته است که نزدیک به 3 سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است که از طریق سازمان های کمک کننده مثل سازمان ملل در اختیار مردم افغانستان قرار داده شده است. آگاهان اقتصاد متوقف شدن کمک های امریکا را چانزنی سیاسی دانسته و می افزایند که این لایحه مشمول کمک های نقد امریکا برای افغانستان نمی شود. این در حال است که امارت اسلامی همواره گفته است که در ارائه کمک های بشری دخالت ندارد و صرف از بحر شفافیت کمک ها را نظارت می کند. وزارت خارجه گفته است که هیئت امارت اسلامی به رهبری ذبیح الله مجاهد در سومین نشست دوحه اشتراک می کند. این وزارت افزوده است که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در نشست هماهنگی برای اشتراک در نشست آینده دوحه در مورد تحریم ها بر سیستم مالی و بانکی، چالش های بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر نیز بحث و گفتگو کرده است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و بانوان افغانستان میگوید که بدون حضور بانوان هیچ راه حل وجود ندارد. او گفته است که مشارکت فعال زنان در بحث های مربوط به آینده افغانستان کلید صلح و ثبات این کشور است. در همین حال دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در دیدار با مقام های امارت اسلامی تاکید کرده که توصیه های زیاده در امور بانوان افغان با حکومت سرپرست افغانستان داشته است. وزارت فواید عامه میگوید در جریان 2 ماه گذشته 609,158 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن افغانستان انتقال شده است. به گفته این وزارت این انتقالات از طریق خطوط آهن حیرتان، آقینه، ترغوندی و هراتخاف انجام شده و واردات و صادرات مشمول اموال نفتی، غیر نفتی و دیگر اقلام بوده است. وزارت صحت عامه امارت اسلامی از دیدار سرپرست این وزارت با سفیر چین در کابل خبر داده است. این وزارت در خبرنامه نوشته است که نورجلال جلالی سرپرست این وزارت در دیدارش با سفیر چین درباره سرمایه گذاری در بخش صحی افغانستان گفتگو کرده است. او همچنان روابط میان افغانستان و چین را ضروری دانسته و خواستار همکاری همه جانبه میان دو کشور شده است. سازمان غذای جهان از کمک غذایی به 700 هزار دختر و پسر در افغانستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این نهاد، بیشتر از 12 میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی را از کجا به دست بیاورند. از توجهتان جهان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.